داستان اون میوه ممنوعه رو که البته میدونید. نکات خیلی خاص و جدیدی در مورد اون داستان وجود داره که تا حالا هیچ کس نگفته. من میخوام اون نکته ها رو بگم. پس ادامه ویدیو رو با من همراه باشید. اون میوه‌ای که باعث شد آدما از خدا جدا بشن چی بوده واقعا؟ و چرا اون میوه چه خاصیتی داشته که میتونسته به آدما بدی و خوبی رو بشناسونه و همچنین میتونست آدما از خدا جدا بکنه؟ تو قرن 13 دانشمندایی که تو اون موقع تحقیق میکردن بر اساس علم گیاهشناسی و مسائل دینی قارچ رو به عنوان میوه ممنوعه معرفی کردن. حالا قارچ چه ویژگی خاصی داره؟ در مورد قارچ نکته‌های خیلی خاصی وجود داره که من میخوام توی این قسمت اینا رو براتون دونه دونه بگم. یکیش اینه که توی کتاب تورات تو داستان میوه ممنوعه خدا گفته بود که من به آدم‌ها میوه‌های دانه‌دار و گیاهان دانه‌دار رو به عنوان غذا دادم. پس در اصل این داستان سیب و انگور و انجیر و انار و چیزهای دیگه که تا به حال تصور شده به عنوان میوه ممنوعه نمیتونن میوه ممنوعه باشه. میوه ممنوعه باید میوه یا گیاهی باشه که دانه‌دار نباشه. قارچ اتفاقا گیاهیه که دانه‌دار محسوب نمیشه. خب این یکی از ویژگی‌هایی که به ما نشون میده که احتمالاً میتونه قارچ اون میوه ممنوعه باشه، ولی 100% مطمئن نیستیم. نکته مهم دیگه که در مورد قارچ وجود داره اینه که قارچ بعضی از انواعش خاصیت روانی دارن و روی ذهن انسان تاثیر میذارن و خیلی از محققا، دانشمندا و دکترا میگن که قارچ باعث تکامل ذهن بشر شده، که البته من اسمشو نمیذارم تکامل به خاطر اینکه شناخت نیک و بد یه جورایی تاثیر منفی داشته، یعنی تکامل منفی بوده که آدما بدی رو شناختن. فرض کنیم یه نفر تو کل زندگیش هیچ بدی انجام نداده باشه و از بدی هیچ سر در نیاره و تا الان ندیده باشه و نکرده باشه، اون شخص هیچ وقت دنبال یه کار بد نمیره. ولی کسی که چندین بار و یک بار و چند بار یه کار بد رو انجام بده به اون عادت میکنه، اون توی ذهنش میمونه و نقش میبنده و دوباره برمیگرده و اون شخص دوباره سعی میکنه اون کار بد دوباره تکرار کنه و بازم سمت اون بره. نکته مهم دیگه که در مورد قارچ میخواستم بگم اینی که قارچ اصلا گیاه نیست و این خیلی جالبه. من سالها و سالها به داستان میوه ممنوعه فکر میکردم و همیشه میگفتم این میوه ممنوعه نمیتونه یه میوه باشه، بخاطر اینکه میوه هایش کنه هیچ ضرری برای آدم ندارن. و یه جورایی میشه گفت که من البته از یه سری لحاظهایی دیگه چون با علم تغذیه و نام یه مقداری آشنا بودم میدونستم که این باید یه میوه باشه که بیشتر شبیه گوشت یا چیز دیگه ای باشه، یعنی باید حالت گوشتی داشته باشه. و این همیشه توی ذهن من بود ولی خب دلیل یا سندی براش نداشتم. اما بعدها وقتی که داستان قارچ برام روشن شد، یعنی فهمیدم که اینو محققا قبلا ثبت کردن و نوشتن و خیلی تو قرن 13 این تحقیق اومده بیرون، در مورد قارچ رفتم تحقیق کردم و یه نکته خیلی جالب رسیدم و اون اینه که قارچ اصلا گیاه نیست، اصلا میوه نیست. قارچ جزء گونه‌ای محسوب میشه که بین گیاهان و جانوران قرار داره. یعنی قارچ نه گیاهه نه جانوره، یه چیزی بین این دوتاست و از جانورای مرده‌ای که، یعنی از جسد جانوران مرده‌ای که توی خاک مدفون شدن مردن از بدن اونا تغذیه میکنه. پس قارچ گیاه نیست، چون معمولا گیاهان از خاک تغذیه میکنن، از موجودات تکسلولی یا چیزایی گیاهان تغذیه نمی کنن. ولی قارچ همیشه آدم ها گول می زنه، آدم ها فکر می کنن قارچ هم مثل گیاه یا چیزهای دیگه است. نکته دیگه ای که توی کتاب مقدس در مورد این میوه ممنوعه نوشته شده و می تونه یه سرنخی به ما بده اینی که خدا گفته که این میوه ممنوعه رو انسان ها به درد و رنج خواهند خورد و در تمام طول عمرشون برای اونها درد و رنج خواهد ساخت. به صورت خیلی ظاهری اگه بخوایم یعنی خیلی عمیق بررسی نکنیم، قارچ هم گونه های سمی داره و خیلی از قارچ ها باعث بیماری تو بدن آدم ها شدن و آدم ها رو مسموم کردن.
نکته دیگه این که باید در مورد این داستان اشاره کنم اینه که سیب و مثلا انار و میوه های دیگه هیچ وقت برای آدم ها درد یا بیماری درست نمی کنه. و اینکه میوه ای که خدا گفته بود که برای انسان ها درد می سازه نمیتونه اونا باشه. و اینم خیلی نکته مهمه که ما بتونیم با این نکته و تمام این سرنخ‌هایی که خدا اینجا به ما داده بتونیم بالاخره به اون جواب اصلیمون برسیم. مثلا اگه دوست داریم فیلمای منو ببینید، شبکه منو سابسکرایب کنید و فیلمای منو دنبال کنید و در آخر هم دو تا از فیلمایی که مربوط میشه به همین موضوع رو در آخر براتون اینجا میذارم، هر کدوم از اون رو دوست دارید انتخاب کنید تا ویدیو بعدی شما باشه.